با سلام خدمت همتون، امروز هم مهمونتون هستیم با The One and Only آنیتا. هلو، چطورین بچه؟ بازم امروز اومدیم پیشتون، ولی قبلش میخوام یه چیز بهتون بگم. تو این ویدیو نفر اصلی قرار من باشم و نریمان قرار مهمونمون باشه. پس از اول میریم. سلام، بازم در خدمتتون هستم با یه ویدیوی دیگه با مهمون ویژمون نریمان یا الون هوب. امید تنهایی، حالا هرچی که شما بهش میگین. مهمون ویژمون بیا یه سلام خوب کن به بچه‌ها ببینم. خدا شاهده میبینه زورکی همه چی از آدم میگیرن. فشار چیه؟ دارم میرخصم به قرآن. خب بچه ها سلام، مهمون ویژتون هستم، الون هوب یا همون امید تنها، که البته نیست. تنها امید بوده هدفش، فقط همون چیزای آمریکا و انگلیس اینا نمیذارن جوشه. در خدمتتون هستیم، خیلی خوشحالم که بازم تو یه ویدیو دیگه کنارم. خب تو ویدیوی قبلی ماجراهایی که تو اکت اول آرکان کوست اتفاق افتاد و با هم بررسی کردیم. حالا نوبت اکت دومه که بدون فوت وقت میریم سراغ ویدیوی جذاب امروزه. خب، آرکان کوست در حالی شروع میشه که جین رو در حال صحبت با یکی از دیپلمات ها و فرستادهای فتوی میبینیم و ما صحبتاشون رو دزدکی از سراغ سم میکنیم و میبینیم آناستازیا داره به جین میگه که اگه مشکلات حملات اژدها به مانست رو نمیتونین حل کنین، اونا رو بیاین به فتوی ها بسپارین تا ما اون اژدها رو یک بار برای همیشه پخ کنیم. خب جین فشاره میشه و میگه نانی؟ یکی از اعضای چارباد رو پخ کنید؟ Not on my watch. بعد از عصبی شدن جین، خب دیپلمات های فتوی از ترس میریزن به خودشون، بعد پرواز میکنن در میرن بعد رو عوض میکنن و ادامه داستن. بعدش جین شروع به صحبت با ما میکنه و اول میاد ازمون یه تشکر حسابی واسه اتفاقات اخیر میکنه. بعد میاد در مورد فشار سیاسی سنشنایا و آرکان کرایو میگه و ما رو به دفتر اصلی خودش میبره. سر راه هم در مورد مانستت و سنجنایا میگه که میگه برعکس ریجنای دیگه توت، اینا کلا مستقلن واسه خودشون. تو دفتر اصلی هم ما لیسا رو میبینیم و کریستال قرمز رنگی که از دوالین پیدا کرده بودیم و نشون اون دو نفر میدیم. لیسا بعد از یک آنالیز کوتاه متوجه میشه که این کریستال به ویژن واکنش نشون میده، تقریبا مثل دو تا آهنربای هم قطب که همدیگه رو دفع میکنن. و برای بررسی بیشتر باید بخش مجموعه کتابخونه بره تا یک سری متون خیلی قدیمی باستانی رو بخونه. بعدش که لقب شوالیه افتخاری همون آنر این نایت رو از جین میگیریم که چپ و راست توی داستان دیگه صداتون میکنن، به مأموریت دیگه‌ای برای پیدا کردن دلایل این اتفاق عجیب راهی مسیرش. ونتی رو میبینیم که در حال دویدنه و دنبالش میکنیم و به مجسمه آرکان میرسیم و ته اون مجسمه ونتی داره یه داستانی رو برای مردم تعریف میکنه. حالا طبق این داستان خیلی خلاصه شده، دوالین قبلا خوب بوده و بعدن یه اژدهای دیگه ای به اسم دورین میاد، چک و چک بازی میکنن با هم. بعدش هم خون آلوده دورین به دوالین میرسه و اونم آلوده میکنه. ولی ونتی مثل قبل نبوده که بیاد براش بنوازه و آرومش کنه. به خاطر همین تاریکی خیلی شدیدتری تو بدن دوالین پیشروی میکنه و کنترلش رو کامل از دست میده. بعدش ونتی شروع میکنه اما صحبت کردن، میگه جون چه پسری، بیا بریم پیش محمد رضا قزوین. اینم محمد رضا نوشته میگه که من استریت هستم و قزوین بسیار مکان خوبیه، ممنون. داره زر میزنه، یعنی چرت و پرت. در مورد دوالین صحبت میکنه، یه لحظه میبینه که اون کریستال قرمز یهو ناپاکیش توی دسته ما از بین میره و پایمان با دیدنش بالاش میریزه. ونتی نگاه ما میکنه میگه داش، منم یکی دیگه دارم به مولا، اینم درستش کن، دمت گرم، شماره کارتت هم بده، اون یکی کریستالم ازش میگیریم و اونم ناخالصشو پاک میکنیم. ولی ونتی پولمون نمیزنه به کارتمون. ونتی هم یه میگه وای پشمام، ناموسم، عجب موجودی هستی. خلاصه ونتی ما رو به این مکان خاصی میبره تا یه سری صحبت های دیگه داشته باشه. ونتی اونجا در مورد گذشته مانستر و خدای انما انگار که خودش نیست، اصلا بشر یه اسکار لازم داره واقعا. اتفاقات اخیر و اینکه چرا اصلا اینطوری شده رو میاد بهمون میگه. ایشون تو جملاتش میگه که دو طرف چون خود سعی کردن مشکلاتو با زور حل کنن و البته دخالت های فتوی و عبیس اوردر و اینا باعث این اتفاق شده، خیلی کلا ناراحت کننده بوده همه چی. ونتی تو این مکانی که میبینین، این یه درخت اوک هستش که در واقع نماد کشور آلمانه و نشون دهنده مانستته، که در واقع مانستت هم از این کشور تو اواسط قرون وسطا الهام گرفته شده. حالا میاد یه سری صحبت ها با ما در مورد اینکه چطوری تونستیم کریستال یا اشک دوالین رو از ناخالصی پاک کنیم میکنه و میگه که خودش هم سعی کرده با دوالین ارتباط برقرار کنه اما موفق نشده. پس یه نقشه میریزیم با هم تا مشکلات دوالین یعنی آلودگیش به نیروی تاریکی رو از بین ببریم.
اما خب ونتی میگه داش ناموسم وسیلم نیست برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، باید با ساز مقدس برای به دوالیم بنوازم برایتون. خب ما میگیم داش اینی که میگی اصلا یعنی چی؟ ونتی میگه همون سازی که آرکان انمو باربی توس باش مدت زیادی نواخت و قدرت جادویی داره، منم نمیدونم چیه. خب ما هم میگیم باشه اما کجاست؟ ونتی میگه تو کلیسا تحت حفاظت شدیده، باید بریم دزدی. ما هم اولش تنگ بازی در میاریم، هم میگیم نه، اما بالاخره تاش راضی میشیم و میریم دزدی. از اینجا به بعدش دیگه میشه فیلم مانی هایست که البته لایر هایسته ولی خب بمانه. نقشه میریزیم با ونتی، کلی اطلاعات جمع آوری میکنیم، CIA بازی در میاریم و میشن ایمپاسیبل میشه و شبانه میریم دزدی. بعد از اینکه از نگهبانای کور رد شدیم، لایر رو میدزدیم و الفرار با ونتی. ما هم میریم داخل تاورن دیلوکو میگیم دیلوک سمپای تاسکتی، اونم میگه اوکی. بعد کلی صحبت و توضیح ماجرا، دیلوک و جیم با هم قرار میذارن که ما رو ببینن و بعد از کلی مشورت و ارجاع به افسانه‌های قدیمی متوجه میشیم که لایر قدرتش رو از دست داده و برای به دست آوردن دوباره قدرتش باید بریم کریستال‌های بیشتری جمع‌آوری کنیم. پس راهی چندین دومین میشیم که در یکی از اونها فتویا و ابیس اوردر زودتر از ما دست به کار شدن و در حال پیدا کردن کریستال‌ها تو دومینن. پس دست به کار میشیم و باشون میجنگیم و بوم بوم با کدام میکنیم و دونه دونه کریستال ها رو جمع میکنیم. لایرم درست میشه، همه چی خوب و خوش و قدرت به لایر برمیگرده. بعد با ونتی میریم جای مخصوصی که همیشه دوالیم با ونتی میرفتن سر دیت. ونتی لایر رو مینوازه و دوالیم میاد، اما خب دوالیم بهشون دوباره حمله میکنه و لایر میشکنه. چند ثانیه بعد متوجه میشیم که دوالیم کنترلش دست خودش نیست و ابیز میج داره کنترلش میکنه. بعدش که دوالیم پر میکشه و میره، ونتی میگه آسیبی که دوالی دیده دیگه قابل تعمیر و بازیابی نیست و باید راه دیگه ای پیدا کنیم برای احیای دوالی. بعدش یه کاتسین خیلی قشنگ میاد که خواهر ما رو نشون میده که پرنسس عبیس شده و دنبال برگردوندن سرزمین و وطن خودش به این دنیاست. ولی خب وطنی که راجع بهش صحبت میکنیم اصلا کجاست؟ این چیزیه که بعدن میفهمیم. Your Highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall revel in its glory. خب این ویدیو هم به پایان رسید، دیگه وقتشه باز بریم خونامون. ولی خب داستان بازی خیلی خیلی جذابه، اصلا نمیتونم منتظر بمونم تا قسمت بعدی بیاد. نریمان تو چطور؟ بله بله، به عنوان کسی که به زور ازش ویدیو رو گرفتیم و شده مهمونتون میگم که موافقم با نظرت، امیدوارم این ممرضای لعنتی و زودتر کارا رو بده که زودتر ویدیو براتون درست کنیم. خب دیگه نریمان داری خیلی طولش میدی، خدافظی داری که بکنی یا سری بکن که بریم خونه هامون. اوکی اوکی، خدافظی هم میکنم. من مرز آتیشت میزنم، خدا نکشدت، خدا لعنتت کنه، الله بزنه کمرت. خدافظی با بچه ها. هلو محمد رضا، الله الله بزنه به کمرت. نه الله الله میکنی به احیانا یوتیوب گیری. خب بچه ها نریمان مثل اینکه نمیخواد خدافظی کنه، من به جاش خدافظی میکنم. تا درودی دیگر شما رو به خالقهای توت میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود.